help me. Is there anything wrong with that? Yes. Why? I have my reasons. Give me a call when you get a chance. What was with the dishes? با یه عالمه جمله آماده انگلیسی از سریال فرندز اومدم که به همین شکل میتونید ازشون استفاده بکنید. میخوای به یه نفر بگی که چیزی لازم داری برات بیارم، چیزی میخوای برات بیارم. ما همینو بخوایم از فارسی به انگلیسی برگردونیم، میگیم که Would you like me to give you anything, to bring you anything؟ ما اینجوری میگیم. من همیشه میگم که با سریال فرندز، با جملات اون، با حفظ کردن جملاتش بیایم انگلیسی رو یاد بگیریم که به انگلیسی فکر کنیم، به انگلیسی حرف بزنیم. اونا این شکلی نمیگن. چی میگن؟ مانیکا و فیبی اومدن توی کافه، ریچل به عنوان گارسون میخواد بگه که چیزی لازم داری، چیزی میخواید براتون بیارم، میتونم چیزی براتون بیارم. Can I get you anything? Can I get you anything? Can I get you anything? حالا شما هم تو هر موقعیتی وقتی که میخوای از یه نفر بپرسی که چیزی لازم داره، چیزی میخواد براش ببری، از همین جمله میتونی استفاده بکنی. لزوما هم خوراکی نیست. مهمون برات میاد، میخوای بهش بگی که چیزی لازم داری برات بیارم. نوشیدنی میخواد باشه، یه لباس راحت میخواد باشه، بالش میخواد باشه، هر چیزی که میخواد باشه. Can I get you anything؟ پدرت داره کار میکنه، یه ابزاری لازم داره، میخوای بهش بگی که چیزی لازم داری بهت بدم. Can I get you anything؟ همسرت از سر کار اومده، میخوای بهش محبت بکنی، میخوای بهش بگی که چیزی لازم داری برات بیارم، چیزی میخوای برات بیارم. Can I get you anything؟ به همین راحتی. Can I get you anything? Juice box, Nanners. Can I get you anything? Juice box, Nanners. I beg to differ. میخوای با یه نفر خیلی محترمانه مخالفت بکنی. دقیقاً از همین جمله میتونی استفاده بکنی. I beg to differ. من مخالفم، نظر دیگه ای دارم. مثلا اینجا مانیکا داره به بچه ها میگه که نه، من به بدی راست نیستم، من اونقدر رقابتی نیستم. ریچل خیلی مؤدبانه میخواد باش مخالفت بکنه، میگه که I beg to differ. I beg to differ. مخالفم. تو دقیقاً به بدی راست هستی یا آدم رقابتی هستی. میخوای یه چیز جدیدی رو امتحان بکنی، یه چیزی رو که حالا خیلی هم بلد نیستی، جدیده برات، میخوای امتحان بکنی. I'm gonna give it a go. I'm gonna give it a try. I'm gonna give it a shot. از هر سه تا اینا میتونی استفاده بکنی. یعنی اینکه من میخوام یه امتحانی بکنم. توی این قسمت هم بچه ها دارن پوکر بازی میکنن. راست به ریچل میگه که میخوای من به جای تو بر بزنم. ریچل میخواد بگه که نه، خودم میخوام یه امتحانی بکنم. I'm gonna give it a go. میگه که I'm gonna give it a go. Rach, do you want me to shuffle those? No, that's okay. You know what? I think I'm gonna give it a go. All right. I think I'm gonna give it a go. I'm gonna give it a go. I'm gonna give it a try. I'm gonna give it a shot. یه امتحانی میخوام بکنم. مثلا رفتیم دوچرخه سواری، بقیه بلدن تو خیلی بلد نیستی، میگی که I'm gonna give it a go. یه امتحانی میکنم. رفتید رستوران، غذایی که دارن همه میخورن برای تو جدیده، میخوای که امتحانش بکنی. I'm gonna give it a go. I'm gonna give it a shot. A try. همه اینا رو میتونی استفاده بکنی. I'm gonna give it a shot. I'm gonna give it a shot. به یه نفر میخوای بگی که زیپش بازه. Your fly is open. Your fly is open. Fly میشه همون تیکه جلوی شلوار. حالا دکمه است، زیپ، هر چی که هست، وقتی که اون بازه و به یه نفر میخوای بگی که زیپت بازه، دکمه جلوی شلوارت، در هر صورت جلوی شلوارت بازه. Your fly is open. No. This fly is open, man. No. This fly is open, man. ریچل هم به راست میگه Your fly is open, Geller. زیپت بازه، Geller. All right. Your money's mine, Green. Your fly is open, Geller. Your fly is open, Geller. Time's up. وقت تمومه. بچه ها دارن بازی میکنن، باید وقت بگیرن. وقتی که زمان تموم میشه میگه Time's up. زمان تمومه، وقت تمومه. پس توی همین مورد، مثلا همین بازی کردن، وقتی که داری یه جایی تایم میگیری، تموم میشه time's up. How did it go؟ چقدر من تا حالا به این جمله تاکید کردم. گفتم اینجا یه بار دیگه قشنگ بیام بگم که یادتون بمونه. How did it go؟ میخوای ببینی که یه چیزی، یه داستانی، یه جریانی چطور پیش رفت. How did it go؟ ریچل از سر قرار برگشته، مانیکا ازش میپرسه که How did it go؟ چطور پیش رفت. How did it go؟ راس اومده میخواد از ریچل بپرسه که روزش چطور پیش رفت. How did it go today؟ How did it go today؟ امروز چطور پیش رفت. How did it go today؟ کلاً دوست رفته سر قرار، سر جلسه، یه جلسه‌ای بوده، نمیدونم یه مصاحبه کاری بوده، هر چیزی میخوای ازش بپرسی که چطور پیش رفت. How did it go؟ Whoa, hang on, hang on. Whoa, hang on, hang on. Hang on. اینقدر نگو wait. Hang on. یه دقیقه صبر کن. دقیقاً به معنی همون wait. Wait a second. Wait a minute. به همین معنیه. یه لحظه صبر بکن. اینجا مانیکا داره به راست میگه که hang on, hang on. Doesn't Monica get saying this؟ صبر کن، یه دقیقه صبر کن. اما مانیکا حق اظهار نظر داره تو این مورد. Hang on, hang on. Does Aunt Monica get a say in this? با دوستاتون رفتیم بیرون، یکیتون هنوز نیومده. باهاش صحبت کردی، میخوای به بقیه بگی که الاناست که برسه، خیلی زود میرسه. She'll be here any minute. She'll be here any minute. توی اون اپیزودی هم که بچه‌ها برای فیبی جشن تولد گرفته بودن که سورپرایزش بکنن، کیک که خراب شده بود، مانیکا داشت میگفتش که she'll be here any minute. خیلی زود، همین الاناست که برسه. مهمونی رفتید؟ همسرت هنوز نیومده. ازت میپرسن که کجاست، میگی که he'll be here any minute. She'll be here any minute. الاناست که برسه، خیلی زود میرسه. Her name's Kim and she'll be here any minute. Her name's Kim and she'll be here any minute. به همین سادگی از همین جمله میتونی استفاده بکنی. حالا یه شکل دیگه همین جمله داره، اونم ریچل گفت. اونم بریم گوش کنی. داری یه چیزی میخوری، میخوای به دوستت تعارف بکنی، بگی که تو هم میخوای. You want some؟ داری ساندویچ میخوری، دوستت اومده. You want some؟ یه خورده میخوای. راس هم شراب آورده، به ریچل میگه You want some؟ میخوای؟ میخوری؟ You want some? دیگه مثلا تو رستوران رفتین، غذا گرفتین، میخوای به بغلیت بگی که تو هم از غذای من میخوای. You want some? Chris, I made some Kool-Aid. You want some? Chris, I made some Kool-Aid. You want some? یه گندی زدی، میخوای بری به طرف بگی این خبر بدو میخوای بدی. همیشه قبلش یه جمله‌ای میگن. مثلا چندلر که میخواست به نینا بگه که اخراجه، قبلش گفت Please don't hate me. از من متنفر نباش، که توی همون صحنه میبینی نینا قشنگ نگران میشه. یعنی دقیقاً طرف وقتی که این جمله رو میشنوه میدونه که یه اتفاق بدی افتاده، حالا طرف مقابل گند زده، یه چیزی هست داستان که میخواد بیاد براش تعریف بکنه، بهش بگه، میگه که از من متنفر نباش لطفاً. Please don't hate me. What? Please don't hate me. یا اینکه توی یه اپیزود دیگه که ریچل مارسل رو گم کرده بود، وقتی که میخواست این خبر رو به راست بده گفت Please don't hate me. از من متنفر نباش. یه گندی زدم، میخوام اینو بهت بگم. Ross, please don't hate me. سوء تفاهم پیش اومده. چجوری بگم که این کاملا یه سوء تفاهم بود. That was a complete misunderstanding. That was a complete misunderstanding. این کاملا یه سوء تفاهم بود. یا اینکه that is a complete misunderstanding. این کاملا یه سوء تفاهمه. همین جمله رو به همین شکل میتونی استفاده بکنی. مثلا ریچل وقتی که زنگ زده بود به اون انیمال کنترل خانم، اومد میخواستن دست به سرش کنن، بفرستنش بره، گفتن که that was a complete misunderstanding. این کاملا یه سوء تفاهم بود، اشتباه شده، شما برو. That was a complete misunderstanding. چندلر رو جوی اومدن در خونه همسایه‌شون. خانم ازشون میپرسه که چیزی راجع به درست کردن رادیاتور میدونید؟ اطلاعی ازش دارید؟ Do you know anything about fixing radiators? Do you know anything about fixing radiators? چیزی راجع به درست کردن رادیاتورها میدونید؟ اطلاعی ازش دارید؟ Do you know anything about fixing radiators? ما میخوایم از تیکه اول جملهش استفاده بکنیم. Do you know anything about؟ حالا هر چیزی که میخوایم. مثلا داری با یه اپلیکیشن کار میکنی، میخوای از خواهرت بپرسی که تو چیزی راجع به این اپلیکیشن میدونی که کمکی مثلا به من بکنی. Do you know anything about this application? Do you know anything about this application? میبینید از تیکه اول جملهش استفاده کردیم. Do you know anything about؟ ادامهش حالا هر آن چیزیو که میخوایم ببینیم که طرف مقابل چیزی ازش میدونه. Dad, do you know anything about magnets? Dad, do you know anything about magnets? مثلا کامپیوترت خراب شده، به همکارت میگی Do you know anything about fixing computers? Do you know anything about fixing computers? یه جمله به این بلندی چقدر راحت داریم میگیم. این از معجزات سریال فرندز. Do you know anything about computers? Do you know anything about computers? یه فریزال ورب به معنی این که wait a second، یه لحظه صبر کن، یه دقیقه صبر کن، یاد گرفتیم توی همین پست. حالا معادلش دوباره یه چیز دیگه داریم یاد میگیریم. همین دوتا همسایه جویی و چندلر که وایستادن، اول خانم تنهاه، بعد که دوستش میاد میگه بیا این نوشیدنی رو امتحان بکن، این یکی میگه just a sec. just a sec. پس یه معادل دیگه داریم برای هنگان. میخوای بگی که یه لحظه صبر کن، just a sec، به همین سادگی. Hi, take out for Lucy? Sure, just a sec. Sure, just a sec. یه مثال دیگه، مثلا داری با تلفن حرف میزنی، مشغول انجام یه کاری هستی، یه نفر میاد صدات میکنه، میخوای بگی که یه لحظه صبر کن، just a sec. What's with something؟ فلان چیز قضیهش چیه؟ ما از همین what's with میخوایم استفاده بکنیم. مثلا ریچل با آقای هیکلز میگه که What's with all the bananas؟ What's with all the bananas؟ Then what's with all the bananas؟ Potassium. Then what's with all the bananas؟ قضیه همه این موضوع چیه؟ یا اینکه جویی به چندلر میگه What's with the boxes? What's with the boxes? قضیه جعبه ها چیه؟ What's with the boxes? What's with the boxes? ما هم What's with رو برمیداریم، ادامهش هر چیزی که میخوایم میذاریم. مثلا دوستت با دوستت داری صحبت میکنی، حالا هی تلفنش زنگ میخوره، پیغام میاد، میخوای بگی که قضیه این زنگ خوردنای تلفن چیه؟ این تماسات چیه؟ قضیه این همه SMS ها چیه؟ What's with the phone calls? What's with the messages? What's with the phone calls? What's with the messages? میبینید تیکه اول جملهش رو برداشتیم، ادامهش اون چیزی که خودمون میخواستیم گذاشتیم. تقصیر من بود، اشتباه از من بود. بریم ببینیم ریچل چی میگه. It was my fault. It was my fault. ریچل مارسال رو گم کرده بود، حالا که پیدا شده داره میگه که اشتباه از من بود، تقصیر من بود. It was my fault. It was my fault. پس دقیقاً از همین جمله به همین شکل میتونیم استفاده بکنیم. حالا اصلا میخوای بگی که تقصیر منه، اشتباه از منه. It is my fault. It was my fault. It is my fault. It was my fault. It was my fault. یه فرصتی داریم ایجاد میکنیم به یه شیوهی بچه‌هایی که دوست دارن واقعا میخوان که مکالمه انگلیسی رو یاد بگیرن بتونن با من تمرین بکنن. یه کانال تلگرام دارم راه میندازم برای این که مکالمه انگلیسی رو با خودم با استفاده از سریال فرندز تمرین بکنیم. روشش هم فعلا خلاصه نویسی و خلاصه گوییه. یه جوری تمرینات رو گذاشتم که همه بتونن انجام بدن، به خصوص بچه‌هایی که شاغلن و خیلی فرصت ندارن. حالا آموزشایی که هر هفته توی کانال میذارم سعی میکنیم که اپیزودهای مختلف رو شروع کنیم با همدیگه خلاصه گویی کردن. یعنی شما اول خلاصه نویسیتون رو انجام میدید، برای من میفرستید، تصحیحش میکنم و تا آخر هفته فرصت دارید که اون رو به صورت وایس به من تحویل بدید. یعنی هم روی رایتینگتون کار میکنید، هم روی اسپیکینگتون، هم روی درک مطلبتون از زبان انگلیسی جمله سازی میکنید و کلا گرامر، همه چی دارید کار میکنید. مناسب کساییه که یه بیس زبانی داشته باشن، بتونن جمله سازی ابتدایی به انگلیسی انجام بدن دیگه. توی این کانال میتونید به صورت هفتگی یا ماهانه عضو بشید با یه مبلغ واقعا کم. اینم بیشتر برای این گذاشتم که یه تعهدی در شما ایجاد بشه که حتما تمرینات رو انجام بدید، چون آدم وقتی که بابت یه چیزی پول میده هم قدرش رو بیشتر میدونه، هم تلاش بیشتری میکنه و از زیر کار در نمیره. واقعا مطمئنم اینا چیزایی که خودم تمرین کردن، تجربه کردم و میدونم که اگه شما هم این کارو بکنید انقدر نتیجه میگیرید که واقعا امکان نداره ادامه ندید. خلاصه این که هدف من اینه که قفل زبان شما رو باز بکنم. شروع کنید به مکالمه انگلیسی، شروع کنید به حرف زدن. این همه آموزشی که توی کانال دارید میبینید عملی ازشون استفاده بکنید. امتحانش که ضرر نداره، با عضویت یه هفته یا عضویت یه ماه شروع بکنید، تمرینات رو انجام بدید، ببینید چجوری میشه. وقتی که ببینید که خودتون پیشرفت کردید، دیگه تصمیم با خودتونه دیگه، بخواید ادامه بدید یا ادامه ندید. لینک کانال تلگرام توی دیسکریپشن قرار میدم که باز هر سوال دیگه ای داشتید ازم بپرسید و اینجوری دیگه مستقیم بیشتر با هم دیگه در ارتباطیم. دوستات میان بهت میگن که بیا آخر هفته بریم سینما. خوشت اومده، میخوای موافقت بکنی. یه پیشنهادی بهت دادن، میخوای موافقت بکنی. هی میگی اوکی، that's okay, that's fine. بیا به جاش چیز باحال‌تر یاد بگیر. مثلا وقتی که راست به ریچل اون شراب رو پیشنهاد میکنه، ریچل میگه که that would be good. That would be good. میخواد موافقتش رو نشون بده نسبت به اون پیشنهاد، از این جمله استفاده میکنه. پس توی همچین شرایطی شما هم میتونید بگید که that would be good. خوبه، پیشنهاد خوبیه، انجامش بدید. یا یه جای دیگه وقتی که دنیل میاد به چندلر میگه که دوباره با هم دیگه قرار بذاریم، چندلر میگه that sounds good. That sounds good. به نظر خوب میرسه، میخواد موافقت بکنه، نمیگه That's okay. That sounds good. Listen, maybe we could get together later. That sounds good. That sounds good. بهت میگن بریم بیرون غذا بخوریم. That sounds good. That would be good. هر جفت اینا رو میتونی استفاده بکنی به جای That's okay. That's fine. I agree. به جای همه اینا. It really brings out the flavor. That sounds good. That sounds good. یه جا زنگ زدی، رفته روی پیغام گیر. چجوری باید به انگلیسی بگیم؟ چندلر زنگ زد به دنیل، رفت روی پیغام گیر. گفت I got her machine. I got her machine. حالا I got her answering machine. فرقی نمیکنه. I got her machine. Her answering machine. پس این جمله یعنی این که رفتم رو پیغام گیر. I got the machine. حالا نمیخوای شخصش هم بگی. I got the machine. I got the answering machine. I got his machine. به همه این شکل‌ها میتونی بگی، ولی شکل جملت همینه. I got the machine. I got his machine. Her machine. I didn't talk to her. I got the machine. I didn't talk to her. I got the machine. اشکالی داره. ما میگیم اشکالی داره. اینقدر کوچولو. اونا چی میگن؟ Is there anything wrong with that? Is there anything wrong with that? اشکالی داره، این قضیه مشکلی داره. ریچل رفته با بری قرار گذاشته، حالا بچه‌ها دارن بهش میگن که این کار اشتباهیه. میگه که ما داریم خوش میگذرونیم، این خوش گذروندن اشکالی داره. Is there anything wrong with that? Is there anything wrong with that? Yes. Is there anything wrong with that? داری میری بیرون، به مامانت میگی که با دوستام قرار گذاشتم میخوام برم ناهار بیرون. یه خورده احساس میکنی که ناراحت شده. Is there anything wrong with that؟ حالا مثلا برات غذایی که دوست داشتی درست کرده، میبینه تو میری بیرون یه خورده ناراحت شده. تو میگی که Is there anything wrong with that؟ مشکلی وجود داره، اشکالی داره. چندلر بعد از کلی تمرین کردن زنگ زده به دنیل که پیغام بذاره. یه که give me a call when you get a chance. هر وقت که تونستی فرصتشو داشتی به من یه زنگ بزن. Give me a call when you get a chance. Give me a call when you get a chance. به همین شکل میتونی از این جمله استفاده کنی. چجوری؟ میدونی که دوستت سر کار تو جلسه است ولی کارش داری، بهش پیغام میدی. Give me a call when you get a chance. هر وقت که تونستی به من یه زنگ بزن. همسرت داره میره بیرون، عجله داره، کارش داری، میخوای بهش بگی که پس هر وقت که تونستی فرصتشو داشتی یه زنگ به من بزن. Give me a call when you get a chance. میبینید چقدر کاربرد داره یه جمله به این بلندی؟ به همین شکل داریم از سریال فرندز یادش میگیریم. Anyway, just give me a call when you get a chance, alright? Give me a call when you get a chance, alright? We gotta do something about that guy. We gotta do something about that guy. ما باید در مورد اون یارو یه کاری بکنیم. ما باید یه کاری بکنیم. We gotta do something about that guy. We gotta do something about that guy. جویی از دست این پیپره، اینی که دیدشون میزنه، حسابی کلافه شده، میگه که ما باید در مورد این یارو یه کاری بکنیم. ما با این جملهش قشنگ از همین جمله میتونیم استفاده بکنیم. We gotta do something about. حالا اون مورد مد نظرمون. حالا این جمله هم میتونه راجع به این باشه که مثلا یه کسی یه مشکل ایجاد کرده، باید یه کاری در موردش انجام بدیم، یا یه کسی یا یه چیزی، یا اینکه میخوای بگی که مثلا اون یه کاری انجام بدیمه در جهت کمک به یکی باشه. مثلا دوستت براش مشکلی پیش اومده، میخوای به دوستای دیگت بگی که we gotta do something about her. We gotta do something about her problem. باید یه کاری براش بکنیم، یه کاری برای مشکلش بکنیم. اینجا یعنی معنی کمک کردن رو میده. ولی ما تو فارسی چی میگیم؟ میگیم ما باید یه کاری برای فلان چیز بکنیم، یه کاری برای فلان کس بکنیم. حالا یا میخوایم کمکش بکنیم، یا یه مشکلی ایجاد شده اونو میخوایم حلش بکنیم، میگیم یه کاری باید براش انجام بدیم. We gotta do something about اون موره. We gotta do something about Jay. We gotta do something about Jay. باز یه مثال دیگه، مثلا هی یه صدایی داره از یه جایی میاد، هی داره تکرار میشه، میخوای بگی که باید یه کاری براش بکنیم. We gotta do something about that. We gotta do something about that. We gotta do something about that noise. مثلا به همین شکل میتونیم از این جمله استفاده بکنیم. We really gotta do something about these homeless people. We really gotta do something about these homeless people. She'll be here any minute. She'll be here any minute. Oh, I got the machine. Oh, I got the machine. Can I get you anything? Can I get you anything?